در همین ارتباط با گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام‌های مخفیانه توسط دولت سوریه در نزدیکی دمشق گفتگو می‌کنیم با علی جوانمردی که از عراق همینک با ماست. علی، دولت سوریه این گزارش رو تکذیب کرده. اعدام زندانیان در سوریه به نظرت با چه هدفی صورت گرفته و چقدر ممکنه چنین روشی در سایر زندان‌ها هم صورت گرفته باشه؟ پیام، در واقع این گزارش عفو بین‌الملل به عنوان یک سازمان مستقل که بیطرف هست در جنگ سوریه و بارها هم گزارش‌هایی برخلاف میل مخالفین بشار اسد منتشر کرده، بارها توسط رسانه‌های عرب و همچنین مخالفان مسلح سوریه، گروه‌های مختلف مخالف منتشر شده. اما به این دلیل که گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد این گزارش‌ها رو منتشر کردن، چندان مورد توجه قرار نگرفته. این تنها نماینده عفو بین‌الملل که صحبت کرد قبل از من، تنها نمونه یک زندان بود در 30 کیلومتری دمشق، سیدیانه، که این تنها یک نمونه هست از زندان‌های مخوفی که اونجا هست. من به چند نمونه اشاره می‌کنم. گزارش‌هایی که در روزهای گذشته منتشر شده از طرف رسانه‌های مختلف، از جمله خبرگزاری آناتولی ترکیه، تصاویر و گزارشی رو، عکسایی رو منتشر کرد از شورش در زندان هما که صدها نفر اونجا علیه زندانبانان شورش کردند، به شدت سرکوب شدن، آتیش زدند اطراف اونها رو. مشخص نیست که حدود 800 زندانی در هما با چه سرنوشتی روبرو شدن، چه اتفاقی برای اونها افتاد، هنوز مبهم هست. در زندان تدمر پالمیرا در نزدیکی هومس، قبل از اینکه داعش اونجا رو تصرف بکنه، 4200 خورده زندانی اونجا بودن، ولی بعد از اینکه داعش اونجا رو تصرف کرد، تصاویری که داعش منتشر کرد، 200 خورده زندانی بودن که عمدتاً افراطیون اسلامی بودن. و این نکته مهمیه که اکثر افرادی که کشته شدن در زندان‌ها کسانی هستن که وابسته به شورای ملی مخالفان بودند و نه وابسته به داعش یا جبهه النصره، یعنی گروه‌های تروریستی، بلکه از گروه‌هایی بودن که مورد حمایت غرب هستند. زندان پولونی در جنوب شهر هومس بیش از 8000 زندانی داشته که در حال حاضر بیش از نیمی از این افراد مفقود هستند و مشخص نیست که سرنوشت اونها یعنی کجاست، چه اتفاقی براشون افتاده. زندان مزه، وزارت کشور، زندان تاخونه، زندان سرایا در محله اقصای دمشق، زندان مرکزی و زندان لازقیه، در کل به گفته گروه‌های مخالف 160000 زندانی داشتن که دست کم نیمی از این افراد مشخص نیست، خانواده‌هاشون نمی‌دونن که کجا هستن. اینها در هر صورت ممکنه در آینده گزارش‌های منتشر بشه توسط نهادهای رسمی و بین‌المللی، ولی در حال حاضر به دلیل اینکه حکومت بشار اسد اجازه نمیده که هیچ رسانه مستقلی یا ناظر بین‌المللی اونجا باشه، صحت و سقم این گزارش‌ها مشخص نیست و دولت اسد اونها رو همواره تکذیب میکنه، کما اینکه همه گزارش‌های مربوط به کشتار هر گونه غیر نظامیان در سوریه رو رد کرده.